که شرایط اقتصادی در کشور روز به روز وخیم‌تر می‌شود و بحران‌های اقتصادی در کشور به حدی رسیده که بسیاری با جدیت تأکید دارند که اقتصاد کشور به حال خود رها شده، برخی تحلیلگران اقتصادی به ویژه آن دسته از تحلیلگران اقتصادی اصولگرا که با دولت زاویه دارند و منتقد جدی دولت هستند و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران وضعیت اقتصادی بازار و آشفتگی شدیدی را که در بازار اقتصادی و بازارهای سرمایه‌ای وجود دارد عمدتاً ناشی از مداخله مستقیم دولت در بازار می‌دانند و تأکید دارند که دولت برای تأمین منافع اقتصادی از بازار که عمدتاً با هدف جبران کمبود نقدینگی در کشور صورت می‌گیرد، اقدام به دستکاری در بازارهای مالی و دریافت سود از این بازارها می‌کند که در نهایت به شرایط سردرگم اقتصادی در کشور انجامیده است. برخی از این تحلیلگران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد و امکاناتی که برای رفع این مشکلات در اختیار دولت هست، روز به روز وخامت بیشتر اقتصادی در کشور را عادی نمی‌دانند و تأکید دارند این دستکاری توسط دولت و با هدف بهره‌برداری از بازار صورت می‌گیرد. برخی از اصولگرایان تندرو معتقدند دولت در چنین وضعیتی نظام و رهبری را در موقعیت فشار برای کوتاه آمدن در برابر غرب قرار داده است. این تحلیل ها و داوری ها از سوی اقتصاددانان مستقل نیز در برخی موارد مورد تایید قرار گرفته. البته آنها معتقدند نقش نهادهای اقتصادی متعلق به نهاد رهبری در این تخریب ها بسیار محسوس است. آنها میگویند دولت تاکنون بارها با دستکاری در بازار و افزایش یا کاهش قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌ای، علاوه بر آن که به تشدید قیمت‌ها در بازار سرمایه دامن زده، از این وضعیت کمبود بودجه خود را نیز تامین کرده است. شرایط فعلی در بورس نیز به گفته برخی ناظران و فعالان بازار نتیجه مداخله دولت در بورس و تلاش شرکت‌های دولتی برای کسب سود از بازار و استفاده از نوسانات به نفع این شرکت‌ها صورت می‌گیرد که در نهایت به ضرر عامه مردم و سود شرکت‌های دولتی بوده است. ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی که در بورس به فروش می‌رسند و در ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌های نجومی را تجربه کردند، نه تنها شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که امکان سودآوری ندارند، بلکه بسیاری از آنها امکاناتی در اختیار ندارند که از توسعه آنها چنین سود کلانی نصیب سهامداران بشود. در این حال برخی از این شرکت‌ها به علت عدم توازن جدی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت هیچ گونه سودآوری ندارند که از طریق آن بتوان سود کلانی را که در این ماه‌ها نصیب سهامداران خود کرده‌اند توجیه کرد. تحلیلگران این سودآوری کلان شرکت‌ها برای سهامداران را ناشی از تلاش دولت برای به فروش رساندن سهام این شرکت‌ها به مردم با قیمت‌های بالا و خرید سهام از مردم به قیمت پایین می‌دانند و تأکید دارند این نوسانگیری به صورت عمدی توسط دولت و با هدف خالی کردن جیب مردم و انتقال این پول به دولت صورت می‌گیرد. انتقادها پیرامون اظهارات پناهیان، مداح انقلابی و اصولگرا در خصوص ملک چند میلیاردی که در اختیار وی قرار دارد همچنان ادامه دارد. پس از انتشار اخبار در خصوص ملک چند میلیاردی که در اختیار پناهیان قرار دارد، وی مدعی شد که پول این ملک توسط یکی از رفقای وی در اختیار او قرار گرفته است. او گفت رهبر انقلاب و رهبر جمهوری اسلامی نیز از طریق پرداخت هزینه‌ها توسط رفقا زندگی می‌گذراندند. این اظهارات که توهین به رهبر جمهوری اسلامی نیز محسوب می شود، از سوی حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در مؤسسه انتشاراتی کیهان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است و گفته اینها سخنان شایسته‌ای نبوده است. در این حال وی گفته که افشاگری در زندگی خصوصی پناهیان کار ناشایسته‌ای می باشد چون او فردی انقلابی و متحد است. پیش از پناهیان تبری معاون قوه قضاییه نیست. در اعتراض به پرونده املاک میلیاردی که در اختیار وی قرار دارد و بخشی از آنها را به عنوان رشوه دریافت کرده بود، به صراحت در دادگاه اعلام کرد این املاک از طریق دوستانش در اختیار وی قرار گرفته است.
وی گفته بود اگر اراده کند دوستانی دارد که کل لواسان را هم به نام او ثبت خواهد کرد. این بار پناهیان با طرح این ادعا که دوستانی دارد که املاک میلیاردی در اختیار وی گذاشتند، بار دیگر این انتقاد را به دنبال داشته است که استناد به این که کسی به صورت رایگان اموالی را در اختیار آنها گذاشته، دلیل سلامت مالی که در اختیار آنها قرار گرفته است نیست. ضمن اینکه بسیاری عنوان می‌کنند که در اختیار گذاشتن چنین املاکی می‌تواند نشان دهنده زد و بندهای فسادآلود پشت صحنه نیز باشد که به جبران اقدامات فسادآلود و رانت‌هایی که به واسطه اتصال امثال پناهیان با قدرت در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد و این افراد هم به تلافی و برای جبران آن چنین املاکی را در اختیار آنها قرار می‌دهند. و چنین بذل و بخشش هایی علاوه بر این که داله بر فسادهای گسترده پشت پرده است، بی دلیل هم صورت نمی گیرد. در این حال در ادامه انتقادها در خصوص ملک پناهیان، افشاگری های جدیدی داله بر خرید یک ملک دیگر توسط پناهیان انتقادات بیشتری را به دنبال داشته است. یاشار سلطانی که افشاگری های او در خصوص واگذاری املاک شهرداری وی را تحت تعقیب نیز قرار داده بود، در افشاگری های اخیر خود فاش کرده است پناهیان یک ملک 400 متری در سعادت آباد را به قیمت 11 میلیون تومان از خانواده فردی که در زمان انقلاب از کشور خارج شدند خریداری کرده است. گرچه در ایران برای فرار مالیاتی ثبت قیمت به 1/10 قیمت واقعی آن از رفتارهای مرسوم در حوزه معاملات ملکی است، با این وصف به گفته ناظران درصد کاهش قیمت این ملک حتی در چارچوب عرف بنگاهی برای کاهش قیمت معاملات ملک نیز نیست. همچنین برخی نیز با انتقاد از اظهارات همیشگی پناهیان در خصوص ضرورت شفاف سازی درباره مسائل اقتصادی عنوان کردند که اقدامات وی در تناقض با اظهارات خود اوست که مدعی است باید با شفافیت هرچه بیشتر فسادهای پنهان در حوزه‌های مختلف را برملا کرد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ سفید گفت در صورت پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه، جمهوری اسلامی به سرعت با آمریکا به تفاهم خواهد رسید. وی گفت اگر ما در انتخابات برنده شویم، ایران خیلی سریع با ما به توافق خواهد رسید. من فکر می‌کنم همان هفته اول این اتفاق بیفتد، اما بگذارید بگوییم یک ماه، زیرا تولید ناخالص داخلی آنها 25% کاهش یافته و این رقم بی سابقه است و آنها دوست دارند دوباره کشوری موفق داشته باشند. وی همچنین در مورد صلح میان اسرائیل و کشورهای همسایه و نقش آمریکا در این زمینه گفت کشورها صف کشیدند و در یک بازه نسبتاً کوتاه خواهید شنید که کشورهای دیگر نیز به آنها ملحق شدند و صلح در خاورمیانه برقرار خواهد شد. وی افزود با پادشاه عربستان سعودی صحبت کردم. ما تازه گفتگوها را آغاز کرده ایم. آنها هم خواهند آمد. این در حالی است که عربستان چنین امری را رد کرده و مشروط به قبول طرح صلح عربی کرده است. به گزارش CNN، شرکت مایکروسافت اعلام کرد در هفته‌های اخیر هکرهایی که برای روسیه، ایران و چین کار می‌کنند، حمله‌های خود را به افراد و سازمان‌های مرتبط با کمپین‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و جو بایدن نامزد دموکرات‌ها افزایش دادند. رئیس بخش امنیت مشتریان مایکروسافت با انتشار مطلبی در روز پنجشنبه گفت متخصصان امنیت سایبری مایکروسافت متوجه شدند که هکرها در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تلاش کرده بودند وارد حساب‌های مقامات دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری شوند که این تلاش‌ها ناموفق بودند. در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد ادعای شرکت مایکروسافت مبنی بر تلاش هکرهای مرتبط با روسیه، چین و ایران برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا گفت ایالات متحده از دهه‌ها در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت کرده و در مقامی نیست که چنین ادعای موثقی بکند. ما
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با توجه به انتشار کتاب باب وودوارد خبرنگار آمریکایی که در آن ترامپ مدعی شده که آمریکا سلاح‌های هسته‌ای مخفی ساخته که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و نیز اظهارات جدید معاون وزیر خارجه آمریکا که گفته به سراغ فروشندگان سلاح به ایران خواهد رفت و آنها را مورد تحریم و مجازات قرار خواهد داد، در توییتی انتقادی آمریکا را متهم به استانداردهای دوگانه و دورویی تمام عیار کرده و نوشته آمریکا اصرار دارد که ایران نباید از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بهره‌مند باشد، نباید هیچ گونه تجهیزات دفاعی خریداری کند و نباید موشک‌های دفاعی بسازد، در حالی که آمریکا بتواند بر روی موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای 100 میلیارد دلاری هزینه کند، سلاح‌های هسته‌ای مخفی بسازد و به مشتریان منطقه‌ای خود 380 میلیارد دلار سلاح بفروشد. دورویی نفسگیر. جنگ تبلیغاتی میان دو کشور همچنان جریان دارد و آمریکا نیز ایران را متهم به رواج تروریسم می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دومین روز متوالی با استناد به سخنان ترامپ سیاست‌های وی را مورد انتقاد قرار داد. ترامپ چند روز پیش کمپانی‌های اسلحه‌سازی و ژنرال‌های نظامی را متهم به تولید جنگ برای پر کردن جیب‌های خود کرده بود. ظریف گفت با وجود آنکه دونالد ترامپ به آتش ایالات متحده برای جنگ با هدف پر کردن جیب‌های آن کمپانی‌های فوق‌العاده اذعان دارد، خود او سخت سرگرم بازارگرمی برای فروش تجهیزات نظامی زیبای همان کمپانی‌ها به منطقه ماست. ظریف افزود متوجه منظور او هستیم. او معتقد است جنگ سرد خوب است چون به سود تجارت است، اما جنگ گرم نه. ظریف با انتقاد از این رویه دوگانه گفت جنگ بد است، خلاص. با آنکه سیاست‌های دونالد ترامپ و مواضع متناقضش مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران آمریکایی نیز قرار گرفته، اما جواد ظریف توجه ندارد که سیاست‌های جمهوری اسلامی نیز در منطقه خاورمیانه منجر به نبردهای نظامی بیشتری شده و زمینه حضور قدرت‌های بزرگ در منطقه را بیش از پیش فراهم کرده است. به دنبال اعلام شکایت یک گروه حقوقی کانادایی به نمایندگی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که اعلام اتهام تروریستی نسبت به سقوط هواپیما در دادگاه‌های کانادا مطرح کردند و آن را نیز به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال کردند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تسلیم شکایتی از کانادا به وزارت خارجه ایران گفت در اخبار رسانه‌ای از موضوع اطلاع پیدا کردیم. بدیهی است وزارت امور خارجه نه چنین چیزی دریافت کرده و نه دریافت خواهد کرد. به یفزود، فارغ از این که آیا این گزارش منتشر درست است یا خیر، هر فرد آگاه به مقدمات حقوق بین الملل می داند که دادگاه کانادایی هیچ صلاحیتی در مورد اتفاقی که خارج از حوزه قضایی آن رخ داده ندارد. وی گفت این پرونده در دو مسیر مذاکرات با دولت اوکراین و رسیدگی قضایی در داخل ایران به صورت همزمان با دقت و جدیت در حال پیگیری است. وی افزود در ارتباط با دولت اوکراین این موضوع در چارچوب معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران مذاکره شده و به زودی هیئتی از اوکراین برای ادامه این مذاکرات به ایران خواهد آمد. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت در داخل ایران نیز این پرونده توسط محکمه ذی‌صلاحیت در حال رسیدگی است و بدیهی است هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی شکایتی دارد می تواند به آن مراجعه کند. وی در پایان تأکید کرد دولت کانادا اگر واقعا قصد دارد به خانواده های داغدار این حادثه کمک کند، باید از این نمایش ها با اغراض خاص سیاسی دست بردارد. علی‌رغم گذشت 10 ماه از حادثه یا سقوط هواپیمای اوکراینی، هنوز مقامات ایرانی نتوانستند توضیح قابل قبولی در مورد سقوط هواپیما و نحوه شلیک به آن ارائه دهند. علاوه بر این دلیل شلیک موشک دوم به هواپیما که عامل اصلی سقوط آن بوده مشخص نشده است.
علاوه بر این نه کسی محاکمه شده و نه اطلاع رسانی شده و نه حتی کسی استعفا داده است. علاوه بر این نحوه رفتار تهدیدآمیز و توهین‌آمیز علیه خانواده قربانیان سوءظن‌های بسیاری در مورد دلیل سقوط هواپیما برانگیخته که نشانگر آن است که حکومت در پی مخفی کردن حقیقتی است که از افشا شدن آن می‌هراسد. حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه با اشاره به صادرات ایران در سالهای 92 تا 98 با بیان این موضوع که در این دوره 134 میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد انجام شده اظهار داشت بخش اعظم این صادرات به خارج بوده است. وی که این اظهارات را در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان می‌کرد اظهار داشت در 23 جلسه در سال 99 طرح‌های مهم ملی در سراسر کشور اجرا شده است. همچنین اظهارات حسن روحانی در خصوص افتتاح طرح‌های بزرگ در سال 99 در حالی عنوان می‌شود که بسیاری از این طرح‌ها چه در سال جاری و چه در سال‌های پیشین به صورت سوری افتتاح شدند و افتتاح هزاران طرح که به یک عادت سیاسی و نمایشی در هفته دولت تبدیل شده نه تنها به توسعه تولید در کشور نینجامیده است بلکه تنها در حد یک اقدام نمایشی برای بزرگنمایی اقدامات دولت باقی مانده است. بسیاری از تحلیلگران تاکید دارند اگر طرح‌های افتتاح شده توسط دولت به تولید واقعی در کشور می‌انجامید و به جای سوری بودن طرح‌های واقعی می‌بود، این هزاران طرح در طی سالیان توسعه کشور را در حد بالایی تضمین کرده بود. حسن روحانی در ادامه به افتتاح یک گلخانه 80 هکتاری در منطقه آزاد عرس اشاره کرد و با بیان این موضوع که این گلخانه با سیستم پیشرفته آبی آبیاری می شود، آن را یکی از بزرگترین طرح‌های گلخانه‌ای در خاورمیانه دانست و با بیان اینکه این طرح می تواند در توسعه اشتغال و صادرات نقش داشته باشد، اظهار داشت محصولات این گلخانه می تواند هم برای مصرف داخلی و هم صادرات محصولاتی را تولید کند. اظهارات حسن روحانی در خصوص تأسیس گلخانه حتی بر فرض که با طرح‌های پیشرفته و مدرن آبی کار کند، در حالی عنوان می‌شود که سال‌هاست بسیاری از فعالان محیط زیست نسبت به صادرات آب مجازی که از طریق صادرات محصولات کشاورزی صورت می‌پذیرد، هشدار داده و تأکید دارند که برنامه‌های توسعه‌ای و کشاورزی ایران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که صادرات آب مجازی به حداقل برسد و کمترین میزان آب در توسعه صنایع و تولید در کشور مد نظر قرار بگیرد. روحانی در ادامه اظهاراتش از مدیران منطقه آزاد خواست تا تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کنند و با بیان اینکه این مناطق از برخی مقررات معاف هستند اظهار داشت این مناطق برای سرمایه گذاران مناطق بسیار ارزشمندی به شمار می روند. وی تأکید کرد دولت باید همه امکانات لازم را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و با رفع موانع تولید امکان جهش تولید را در سال جاری فراهم کند. حسن روحانی در ادامه به گلایه سرمایه گذاران در خصوص موانع تولید اشاره کرد و با استناد به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت سه قوه باید برای رفع موانع تولید دقت و تسهیلات لازم را فراهم کند. این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که مقام ها و مسئولین جمهوری اسلامی هنوز متوجه نشدند که توسعه تولید در کشور به واسطه اقدامات ضربتی و ناگهانی و جهشی امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی برای توسعه و تقویت تولید بایستی ساختارهای کلان کشور را با تولید هماهنگ سازد. بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی تا کنون بارها تاکید کردند که ساختارهای کلان جمهوری اسلامی و ساختار ایدئولوژیک و رویکرد کلان این نظام سیاسی و ناامنی گسترده‌ای که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی در کشور وجود دارد مهمترین مانع در مقابل تولید در ایران است و تا زمانی که این ساختار وجود دارد و این موانع ساختاری هست دولت
دولت هر چقدر هم که تلاش کند تا بخشنامه‌های مشوق تولید صادر کند، امنیت اقتصادی کافی برای توسعه تولید وجود نخواهد داشت و پر ریسک بودن و مخاطره آمیز بودن تولید در کشور مهمترین مانع بر سر راه توسعه تولید در کشور است و جمهوری اسلامی نخواهد توانست با صدور دستورات یا شعارهایی در خصوص جهش تولید باعث جهش تولید در کشور شود. با افزایش انتقادها از سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل و ساماندهی بازار، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی توضیحی در تلاش برآمده که سیاست‌های خود را توجیه کند. وی گفته باید شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار دارد در نظر گرفت. وی افزود در شرایط عادی بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها قابل انجام است، ولی در اوضاع کنونی که اقتصاد تحت شدیدترین فشارها قرار دارد، اندکی انصاف و مسئولیت پذیری در تحلیل و سخن گفتن با توجه به عوامل مؤثر خارج از کنترل می طلبد. وی همچنین گفته که کارها و اقداماتی است که بانک مرکزی در این دوره 2 ساله انجام داده و می‌دهد برای دور زدن تحریم‌ها و مقابله با تحریم آمریکا که برای جلوگیری از سوء استفاده واعظان فشار حداکثری سخنی از آنها به میان نیاورده است. وی مدعی شد که این اقدامات اگر نبود بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز در ابعاد بسیار بزرگتری اقتصاد کشور را دچار عدم تعادل‌های جدی می‌کرد. وی تأکید کرده که علی‌رغم تمامی سختی‌ها مصمم به کنترل تورم و دستیابی به پایداری بازارها و تأمین ارز برای ملزومات مردم به عنوان اولویت‌های اصلی هستیم. این در حالی است که بحران اقتصادی ایران روز به روز در حال گسترش است و فساد مقامات نیز دامنه این بحران را افزایش داده و هنوز نظام نتوانسته راه حلی برای آن پیدا کند. در اقدامی که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است، شورای نگهبان صلاحیت نامزدی از میانه را که برای دور اول انتخابات در اسفند سال گذشته تایید کرده بود و وی به دور دوم راه یافته بود، نقض کرده و با رد صلاحیتش چون انتخابات یک کاندیدایی شده آن را به سال آینده موکول کرده است. در انتخابات مجلس 11 در اسفند سال گذشته، مهدی اسماعیلی نامزد اصلی اصولگرایان از میانه به مجلس رسیده و علی شام نامزد مستقل و بهنام صفایی نامزد نزدیک به اصلاح طلبان برای انتخاب نماینده دوم شهر به دور دوم انتخابات رسیدند و اکنون با رد نامزد اصلاح طلبان که امکان پیروزی داشت، عملا خود در مورد انتخابات مجلس تصمیم گیری کرده است. شورای نگهبان اکنون به مهمترین صد در مقابل رأی واقعی مردم و انتخاب نمایندگان واقعی مردم در آمده است. بنابر آمار رسمی، مشارکت مردم میانه در انتخابات اسفند سال گذشته برای نخستین بار در 11 دوره انتخابات مجلس به 50% واجدان حق رأی هم نرسیده و نماینده اول این شهر با کمترین رأی مردمی در تاریخ نمایندگان این شهر به مجلس رسید. به گزارش رویترز، آویخای مندلبلیت مشاور حقوقی و قضایی دولت اسرائیل اعلام کرد نخست وزیر این کشور از انجام مأموریت و وظایف خود در این پست معذور است. وی گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل تضاد منافع و سوء استفاده از اختیارات پست نخست وزیری برای تحقق منافع شخصی خود از انجام مأموریت و وظایف خود در این پست معذور است. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که در سایه تحقیقات کنونی، در صورتی که سوء استفاده وی از پست نخست وزیری برای ضرر وارد کردن به مؤسسه حقوقی مسجل شود، احتمال دارد مندلبلیت نتانیاهو را وادار به کنارگیری کند. او امروز با مسئولان برجسته دستگاه قضایی در خصوص ضرورت اعلام کنارگیری نتانیاهو از انجام وظایف خود به عنوان نخست وزیر اسرائیل به بحث و تبادل نظر پرداخت. حملات نتانیاهو علیه دستگاه قضایی، دادستانی کل و پلیس باعث نگرانی مشاور حقوقی دولت شده، زیرا وی بر این باور است که این موضوع تضاد منافع میان نخست وزیر و اتهام به ارتکاب جنایت کیفری را نشان می‌دهد.